سلام چهارشنبه 19 آذر 99 9 دسامبر 2020 میلادی جنایت علیه بشریت لغتی است است که از دادگاه نورنبرگ علیه در مورد جنایات رهبران نازی مطرح شد و بعد از اون در حقوق بین الملل به گفته حقوقدانان پیشرفت های بزرگی هم کرده برای به سزای عمل رساندن جنایتکاران در اخسانقات دنیا اده از کارشناسان سازمان ملل نامه هشدارآمیزی رو به جمهوری اسلامی امضا کردند که در اون عنوان کردند که ادامه تخلفات فعلی موجب تحقیق پیرامون جنایت علیه بشریت در خصوص کشتار زندانیان در سال 67 میشه کشتاری که در کمتر از چند ماه بیش از چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی از دم تیغ گذشتند و کشته شدند و بسیاری حقوقدانان معتقدند که مستاق جنایت علیه بشریت است. حادثه دیگری که در طول دوره جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جنایت های مختلف در طی چهل دو سال گذشته ولی می تواند باز به گفته حقوقدانان از مصادیق روشن جنایت علیه بشریت باشه کشتار مردم در آبان گذشته یعنی آبان سال 98 است در این کشتار که به گفته بیش از 2236 نفر از مردم در کمتر از سه ماه قتل عام شدند در ببخشید کمتر از سه روز در خیابان ها قتل عام شدند هزاران نفر زندانی شدند و بعدها چندین نفر هم اعدام شدند یا در زندان ها به قتل رسیدند مدارک و اسناد روشنی ازش به تدریج داره به دست میاد که میتواند در دادگاه های بین المللی مطرح و محکومیت جمهوری اسلامی به و سران اون رو به جنایت علیه بشریت در پی داشته باشه از مواردی که در کشتار سال 98 از مردم معترض به گرانی بنزین میشه ذکر کرد دستور شلی که مستقیم به سوی مردم از سوی شورای عادی امنیت ملی است که آقای روحانی رئیسش بوده امثال آقای ظریف عضو شورای عالی امنیت ملی بودند و همینطور هر کسی که دور اون میز قرار داشته متضامنا و مشترکان مسئول صدور فرمان شلیک مستقیم به سوی مردم به قصد کشت هستند به اصطلاح شوت تو کیل تیراندازی به قصد کشتن که در دستور شورای عالی امنیت ملی قرار داشته از مصادقی است که حقوقدانان میتوانند در دادگاه ها اون رو به عنوان مستاق جنایت علیه بشریت مطرح کنند جالبه که در کشتار سال 98 با تمرد عده ای از دستندرکاران معمورین نیروی انتظامی یا حتی سپاه و بسیج نیروهای هشت و شعبی به نظارت و فرماندهی آقای قاسم سلیمانی وارد ایران شدند و مردم ماه و بخشهای جنوبی کشور رو قتل عام کردند از زینبیون پاکستان که اون هم تحت نظر قاسم سلیمانی بود برای کشتن مردم استفاده شد همینطور از حسینیون که شیعیان آزر جمهوری آذربایجانی هستند که در سوریه به کار گرفته شدند در این کشتار استفاده شده و به این ترتیب دیده میشه که نیروهای بیگانه رو یا بهتر است بگوییم مزدورانی که پول میگیرند تا بجنگند یا آدم بکشند چه در سوریه چه در عراق و چه در ایران وارد صحنه شدند و به کشتن مردم بیدفاع کشورمون پرداختند بنابراین این موجی که الان با کوشش و همت جمع زیادی از فعالین حقوق بشر و مخالفین حکومت شروع شده چه در سازمان ملل و نامه کارشناسان سازمان ملل چه در پارلمان اروپا که مطرح شده و چه اتفاقاتی که داره کار میشه تا بعدا به صحنه عمومی و افکار عمومی بیاد میتواند قدم بزرگی باشه که اگر از طریق سازمان ملل به دیوان بین المللی کیفری برسه اون وقت زمانت اجرایی هم خواهد داشت که رهبران جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه و از بسیاری از کارهایی که دارن میکنند به این ترتیب من خواهند شد و حکم محکومیت اونها اجرا قابل اجرا خواهد بود حال تفسیر بیشتر در این خصوص و آنچه که حقوقدانان با وجدان در سطح بین المللی در حال انجامش هستند میماند برای بعد که قدمهای بعدی و بزرگتری در این مسیر برداشته بشه اینکه رژیم به تخلفات آشکار خودش ادامه میده در زمینه نقض حقوق بشر همین امروز دست کم دو مستاق اون رو میشه ذکر کرد یکی تایید حکم اعدام روح الله زم هست که دیوان عالی کشور هم تایید کرده و این جوان که جرم او داشتن یک وبسایت بوده یا کانال تلگرامی در آستانه اعدام قرار گرفته کسی که با فریب ربوده شده و به ایران برده شده از عراق و دیگری دستگیری خانم فاطمه امینی است که از تمیمی است فاطمه تمیمی از فعالان فرهنگی خوزستانه که چندین مستند کوتاه از مشکلات مردم عرب احواز ساخته قصه ها و لالایه های مردم عرب خوزستان رو روستا به روستا رفته و جمع آوری کرده و گزارش های او در مورد سیلاب و مشکلات مردم در سال گذشته که سیل های خوزستان بود رو همگان دیدن و به هر حال یکی از فعالان فرهنگی است که بازداشت شده مثل ده و بلکه صدها فعال فرهنگی و حقوق بشری و سیاسی و اجتماعی که تا کنون هم معلوم نیست فاطمه تمیمی رو کجا بردن و به چه اتهامی بازداشت شده این دو نمونه تنها دو نمونه از یک روز عملکرد جمهوری اسلامی است اگر اگرچه اگر, چه اگر بخواهی تنها یک هفته یا یک ماه رو بررسی کنی مصنوی هفتاد من کاغذ شود به هر حال این ادامه روند فعلی که هشدار کارشناسان سازمان ملل بوده موضوعی است که کماکان ادامه داره و جمهوری اسلامی بعد از کشتار کشدار و جنایت علیه بشریت تا آبان 98 کماکان به تجهیز آدمکش ادامه داده از جمله اینکه تعدادی از سوء سابقه داران و کسانی که در زندان ها به اتهام های قاچاق و قاچاقچیگری و قتل و دزدی و غیره هستند رو جدا کردند آموزش دارند میدن برای اینکه اگر اعتراضات مردمی شکل گرفت اونها رو به جان زن و بچه مردم بیاندازن کاری که قبلا هم جمهوری اسلامی کرده و سابقه داره شخ محمد یزدی یکی از عوامل نقض حقوق بشر در ایران و به جرأت میشه گفت یکی از کسیفترین چهره های در میان مسئولین جمهوری اسلامی فوت کرد کسی که در دوره او قوه غذایی یکی از فاسدترین ادوارش رو گذروند خانواده او پسر او درگیر فساد بودن یک قلم یک کارخانه لاستیک دنا رو به که 14 میلیارد تومان در اون روزگار قیمت داشت به 6 میلیارد تومان خریدن اون هم به قسطی که بخشش رو هم نپرداختند و ده ها فساد بزرگ اقتصادی از جمله اینکه پسر او رسما جایی رو درست کرده بود که از مردم حق حساب بگیرن حکم رو حتی حکم اعدام رو تغییر بدند و به هر حال شیخ محمد یزدی که در دوره او دزدی رواج پیدا کرد فساد در قوه قضایی آدم کشی و بستن مطبوعات تا اشد ممکن و همینطور نوکری او برای قدرت و زمانی که خامنه ای رهبر شد و جان و غلام خانزاد بودن او حمله به منازل مراجع و روحانیون مخالف و دهها سیاهکاری دیگه که در پرونده شیخ محمد یزدی وجود داره به امید پیروزی ایران و ایرانی